کتاب تلوس فصل 14 مترجم مریم کانال سوفیا ساناندا پیام های الموریا هوشیاری که به صورت خلبان خودکار عمل می کند به سمت درب معراج نمی رود. با سلام خدمت شما عزیزان، من الموریا هستم، نگهبان کانون اراده خدا بر این سیاره. من و آداما از اقامتگاه های من در کوه شستا می خواهیم پیامی از عشق را برای شما بیاوریم. پیام ما زنگ خطری است عزیزان، زیرا می دانیم که اکنون زمان برای همه شما بسیار کم شده است. آداما وضعیت آگاهی یا نگرش را توصیف کرده است که در آن بسیاری از ارواح ارزشمند زمین به خود اجازه می دهند در خلبان خودکار زندگی کنند. یک حالت خواب معنوی. در آن حالت افراد آگاهانه واقعیت خود را خلق نمی کنند و زندگی خود را مطابق با اهداف روحی خود یا اهدافی که قبل از ورود به این تجسم انتخاب کردند زندگی نمی کنند. از آنجایی که ما شما را بسیار دوست داریم، آرزوی ما این است که به همه شما در پورتال بود پنجم در حوالی سال 2012 سلام کنیم. همانطور که درگاه را گسترده و باز می کنیم و فرش طلایی را برای ورود شما پهن می کنیم، این برای ما خواهد بود. خوشحالم که بگویم به قلمرو نور و عشق خوش آمدید. چه روز شگفت انگیز و شادی خواهد بود برای ما و شما که از این در عبور می کنید. چه شادی عظیمی برای همه ما خواهد بود. یک پذیرایی عالی در حال آماده شدن است. در آن روز بزرگ اشک‌های فراوانی ریخته خواهد شد، اما این بار عزیزان اشک‌های شادی و وجد خالص خواهند بود. آیا می توانید فقط برای یک لحظه لذتی را که تجربه خواهید کرد وقتی آگاهانه در بدن جاودانه خود رو در رو با کسانی که در زندگی کنونی خود بسیار دوستشان داشته اید روبرو شوید؟ شما همچنین با کسانی ملاقات خواهید کرد که ممکن است در این زمان آنها را به خاطر نداشته باشید، اما روح‌هایی هستند که در زندگی‌های دیگر به همان اندازه به آنها نزدیک بوده اید و آنها را دوست داشته اید. آنها کسانی هستند که هزاران سال است که می‌شناسید. دوستان ابدی شما که بارها و بارها با آنها تجسم کرده اید و همچنین سایر اعضای خانواده روحی شما که شما را عمیقاً دوست دارند. همانطور که ما این اطلاعات را به اشتراک می‌گذاریم، از قبل احساس شادی و هیجان می‌کنیم که این روز شگفت انگیز به زودی خواهد آمد. عزیزان، شما با چشم انتظاری در آغوش شما هستید. عزیزان شما با چشم انتظاری در آغوش شما هستند. آنها همگی آنجا در نزدیک در خواهند بود، جامه های نور و جلال بر تن کرده و منتظرند که در آغوش خود به هنگام ورود شما را پذیرا باشند. همانطور که کانال ما اورلیا لوئیز این کلمات را از ما دریافت می کند، اشکهایش در فکر پیوستن مجدد به روحهای نور که پدر و مادرش در زندگی کنونی بودند و با دیگر اعضای خانوادهش که به زندگی کنونی منتقل شدند بر گونه هایش می غلطید. طرف دیگر در دوران کودکی او، در حالی که او می نویسد و اشکهایش را پاک می کند، آنها نیز در کنار او حضور دارند و عشق خود را تماشا می کنند و می فرستند و با چشم انتظاری فراوان منتظر روز دیدار بزرگ هستند. آن روز چنان شگفت انگیز خواهد بود که کل آفرینش نظارگر خواهد بود. باز هم تکرار می کنم، این صادقانه ترین آرزوی سلسله مراتب معنوی این سیاره و خدای پدر و خدای مادر شماست که همه شما را ببیند که به این درگاه مقدس می روید و قدم می گذارید. عزیزانم،
ما از سلسله مراتب معنوی به دلیل عشق فراوان به شما می خواهیم یک بار دیگر به شما یادآوری کنیم که رمز ورود به بعد پنجم وجود دارد. در دنیای شما جوک‌هایی در مورد پیتر وجود دارد که در دروازه های بهشت ایستاده و تصمیم می‌گیرد چه کسی اجازه ورود به ملکوت را داشته باشد یا نداشته باشد. خب دوستان، اینجا زیاد شوخی نیست. حقیقت بیش از آن چیزی است که بسیاری از شما در این زمان ممکن است متوجه شوید. من این را میگویم زیرا دروازه یا پورتالی وجود دارد که در آن فرد باید واجد شرایط پذیرش باشد. من، الموریا، به عنوان شاگرد پتروس در زمان عیسی مجسم شدم. اکنون من چوپان و نگهبان اولین پرتو اراده خدا برای مردم زمین شدم. یعنی من نگهبان آن پورتال هم هستم. اراده خداوند اولین دریچه است که باید وارد شوید تا در مسیر معنوی پیشرفت کنید. شما باید مایل باشید که نفس انسانی و شخصیت انسانی خود را به اراده خداوند تسلیم کنید تا پالایش و تبدیل به الوهیت شوید، تا مسیر معنوی واقعی خود را طی کنید. اراده الهی اولین درگاه است. قبل از اینکه بتوانید به درب بعد پنجم برای عروج سیاره‌ای خود برسید، شش مورد دیگر نیز وجود دارد که باید واجد شرایط آنها باشید. برای گذر از این اولین پورتال، به شدت توصیه می شود که کلاس‌های من را در دنیای درونی، در حالی که بدن شما در خواب است، یا کلاس‌های همکاران من را در اراده خدا شرکت کنید. کلاس‌های همکاران من را در ارتباط با اراده خداوند شرکت کنید. قبل از اینکه بتوانید به پورتال بعدی بروید، باید تست‌های من را در حالت بیداری بگذرانید. بسیاری از شما که این مطلب را می‌خوانید، قبلاً از این پورتال، از این اولین پورتال در این زندگی یا در گذشته عبور کرده اید و برخی از شما از پورتال‌های دیگر نیز عبور کرده اید. ما از این واقعیت متاسفیم که درصد زیادی از بشریت هنوز با سیستم خلبان خودکار زندگی می کنند. آنها هیچ ایده‌ای ندارند که به کجا می روند و چرا روی زمین تجسم یافتند و نمی خواهند بفهمند. آنها زندگی خود را روز به روز بدون هیچ جهت آگاهانه‌ای می گذرانند. ذهن و قلبشان در چهار باد پراکنده است و در خواب معنوی کمترین مقاومت را دنبال می کنند. در آستانه چنین رویداد عظیمی، رویدادی که بشریت سرها هزار سال در انتظار و آرزوی آن بوده است، هنوز هم بسیاری از ارواح گرانقدر هستند که خود را به مشاور نور که در ورودی درگاهی که من در آن حضور دارم نشان ندادهند. من مسئول هستم و من و همکارم آداما همراه با چندین نفر دیگر به هم می پیوندیم تا ببینیم آیا می توانیم یک تماس بیدار باش دیگر به شما بدهیم. اگر هنوز به پورتال اراده خدا نرسیده اید، می خواهیم بدانید که اگر بخواهید این کار را انجام دهید، همچنان می توانید به موقع به پورتال های دیگر برسید و از آن عبور کنید. دیگر زمانی برای تعلل وجود ندارد. شما باید اکنون بیدار شوید و با جدیت قوانین معنوی را در تمام جنبه‌های زندگی خود اعمال کنید و هر روز بر اساس مفاهیم عشق زندگی کنید. ترس‌ها و تصورات از پیش تعیین شده خود را در مورد خدا رها کنید. مایل به پذیرش حقیقتی باشید که هوشمندانه از آن اجتناب کرده اید. در حال حاضر با تبدیل شدن به عشق در عمل و هر فکر، گفتن و انجام دادن، تبدیل به خدای شوید که هستید. عشق تنها میانبری است که می توانید در روند صعود خود از آن استفاده کنید. این کلید بزرگ، عشق به خود، عشق به خدا و عشق به تمامی پادشاهی های زمین است. اکنون به همه کسانی که از زندگی خالق دم میزنند عشق بورزید و احترام بگذارید. همه قضاوت ها را رها کن و راه بی ضرری را در آغوش بگیر.
با عشق کافی در قلبت می توانی از همه درگاه ها به درگاه معراج برسی و عبور کنی به موقع. مطمئن باشید برای کسانی که به زندگی خود با خلبان خودکار ادامه می دهند این اتفاق نخواهد افتاد. همه کسانی که به درهای معراج می رسند باید 7 مرحله را بگذرانند تا رمزهای ورود را به دست آورند و واجد شرایط عروج سیاره‌ای شوند. هر یک از این 7 مرحله دارای 7 سطح از آزمایش است. برای اینکه بتوان از یک یا چند مورد از آن مراحل عبور کرد، چندین زندگی با بکارگیری مجدانه قوانین روحانی مورد نیاز است. در این زمان بسیار منحصر به فرد در تاریخ زمین، دوره بی سابقه وجود دارد که توسط آن هر روح با کاربرد جدی و سخت کوش می تواند این کار را در چند سال انجام دهد. من، الموریا، به عنوان پیتر که شما با آن آشنا هستید، همراه با بقیه سلسله مراتب روحانی و عزیزانتان آنجا خواهم بود تا به هر یک از شما در بازگشت به خانه خوش آمد بگویم. من دوست ابدی شما، الموریا هستم. مسیحیت سیاره ما آغاز شد. باعث خوشحالی و افتخار من است که برای جمعیت انگلیسی زبانی که از اطلاعات تلوس را می‌خوانند پیامی ارائه کنم. می‌خواهم بدانید که همه شما برای قلب من بسیار عزیز هستید. این اطلاعات بسیار مهم و به موقع است و من می‌خواهم به شما پیشنهاد کنم که آن را عمیقاً در قلب و آگاهی خود بشناسید. این به شما کمک زیادی می کند تا آگاهی و درک خود را از ابعاد بالاتر باز کنید. این مطالب به شما ایده می دهد که چگونه زندگی در ابتدا در این سیاره بیان می شده است. همچنین نگاهی اجمالی به مسیری که زمین برای آینده بشریت در پیش گرفته است به شما می دهد. آنچه در پیش است بسیار شگفت انگیز است که نمی توان آن را در یک کتاب توصیف کرد. در حال حاضر نیز نمیتوان کل طرح را فاش کرد. کتاب‌های تلوس به شما معرفی بسیار خوبی از شگفتی‌هایی می‌دهند که وقتی خود را بر روی آگاهی و الوهیت بالاتر خود باز می‌کنید در انتظار شما هستند. همچنین مهم است که این اطلاعات را با همه کسانی که در معرض آن هستند به اشتراک بگذارید. این بخشی از تکالیف شماست، دوستان من. زمان آن فرا رسیده است که آگاهی لموریایی دوباره زنده شود و دوباره در سطح این سیاره شناخته شود. این نشان دهنده آگاهی انرژی منبع خالق شماست. این چیزی کمتر از بازگشت آگاهی مسیح در عملی تری شکل آن برای همه نیست. لموریای جدید فقط مکانی برای رفتن نیست. این بیش از همه حالتی از هستی، کمال، مسیحیت و الوهیت است که در ارتعاش بود پنجم ظاهر می شود و سطح درخشان و کاملی از بدن جسمانی را حفظ می کند. زمانی که مدتها منتظرش بودید پیش روی شماست. همه تمدن‌های صعودیافته در این سیاره و فراتر از آن اکنون هوشیارانه با هم در وحدت و هماهنگی کار می کنند تا به عروج مادر زمین و بشریت کمک کنند. این زمانی است که شما منتظر تجسم‌های بسیاری بوده اید. این زمانی است که شما در تجسم‌های بسیاری منتظرش بوده اید. من پیشنهاد می‌کنم که در قلب خود متمرکز بمانید و در تمام تغییرات و پاکسازی سیاره در حضور الهی خود متمرکز شوید. دنیای جدیدی که به آن امید داشتید که آنطور که می‌خواستید دگرگون شود اکنون در شرف ظهور است. من به شما تضمین می‌دهم که چیزی برای ترس وجود ندارد. خالق شما این سیاره را از انرژی‌های کینه و نفرت پس می‌گیرد و ارتعاش صلح و عشق به زودی دوباره حاکم خواهد شد.
همه قلمروهای نور کمک خود را برای فرایند تبدیل و انتقال شما به دنیای جدید ارائه می کنند. آنچه در این لحظه روی سیاره شما اتفاق می افتد آنقدر شگفت انگیز است که این جهان و بسیاری از جهانهای دیگر روی شما متمرکز شدند. آنچه قرار است اینجا اتفاق بیفتد هرگز در هیچ منظومه ای از جهانهای منظومه شمسی یا سایر کهکشان و در هیچ کجا انجام نشده است. تحولی که در شرف تجربه کردن آن هستید منحصر به فرد این سیاره است. شما شجاعان ویترین این جهان شده اید. میلیون ها میلیون سفینه های فضایی با خدمه و مسافران بزرگشان شما را تماشا می کنند و عشق و حمایت خود را ارسال می کنند. مهمتر از همه این است که همه وابستگی هایتان به اینکه اوضاع چگونه بوده و چگونه باید باشد را رها کنید. تمام سیستم ها و ساختارهای اعتقادی قدیمی خود را رها کنید. زندگی همانطور که در حال حاضر می دانید به شدت در حال تغییر برای بهتر شدن است. پاکسازی سیاره شما راه را برای تحولی که اکنون در راه است باز خواهد کرد. دوستان من، دیگر رویدادی نیست که برای آینده پیش بینی می کنید. زمان الان است. کسانی از شما که تصمیم می گیرند اطلاعات داده شده را نادیده بگیرند یا انکار کنند، آنها برای مدت طولانی نمی توانند این کار را انجام دهند. آنها برای مدت طولانی نمی توانند این اطلاعات را نادیده بگیرند یا انکار کنند. سطح بسیار شدیدتری از انرژی که برای ایجاد مسیحیت سیاره شما طراحی شده بود، در حدود 1 می 2002 شروع به جاری شدن روی زمین کرد. این انرژی اکنون زمین را شبانه روز بمباران می کند و به شتاب و تشدید ادامه خواهد داد تا زمانی که به راحتی در سعادت بود پنجم لانه کنید. اگر علاقه‌ای به شتاب و تغییر ندارید، دیر یا زود این تجسم را ترک خواهید کرد و در جای دیگری که مناسب تر است تجسم خواهید یافت. سیارات بود سوم دیگری مشابه سیاره شما در حال حاضر وجود دارند که مایل به میزبانی جریان زندگی شما هستند و به شما اجازه می دهند تکامل خود را با سرعت خود ادامه دهید. هیچ اجباری برای آمدن وجود ندارد. این انتخاب کاملا برازنده شماست و حق شماست. بدانید که چرخه طولانی حیات بود سوم در این سیاره رو به پایان است. مادر زمینی شما اکنون فارغ التحصیل شدن و دریافت تاج عروج خود را انتخاب کرده است. این بدان معنی است که او به زودی تنها یک تمدن روشن را بر رو بدن خود میزبانی خواهد کرد. همچنین کسانی هستند که به دلایل مختلف آماده صعود در این زندگی نخواهند بود، اما در تجسم‌های بعدی خود واجد شرایط خواهند بود. آنها روح‌هایی هستند که دوباره در اینجا در دنیای جدید تناسخ خواهند یافت تا تکامل خود را تکمیل کنند تا دفعه بعد عروج خود را انجام دهند. این ارواح عزیز فرزندان نسل آینده خواهند بود. همانطور که اشاره کردم، من یکی از نگهبانان دروازه بود پنجم هستم. تسلیم شدن شما به اراده الهی سهولت و فیض زیادی را برای سفر شما به ارمغان می آورد. آرزوی بزرگ من این است که وقتی زمانش رسید شخصا از شما استقبال کنم. دعوتم را تجدید می کنم تا شب در کالبد اسیری خود به کوه شستا بیایید تا در کلاس های شبانه ما شرکت کنید. تمرکز کلاس های ما این است که آگاهی شما را برای تغییر بزرگ آماده کنیم. برادران نور کوه شستا و برادران نور لموریان و همچنین بسیاری از موجودات نورانی دیگر برای کمک به بشریت در روند صعودش به یکدیگر پیوستند. تعداد زیادی از ما آماده و در دسترس هستیم تا شخصاً با شما مشاوره و کار کنیم. تنها هزینه‌ای که ما دریافت می‌کنیم تمایل شما برای به دست آوردن درک بیشتر از مسیر تکامل خود و تمایل شما برای تسلیم نفس انسانی خود
به خدای بزرگتان است. با جریان تجلیاتی همراه شوید که خود را برای تحول و عروج تو به تو عرضه می کنند. با جریان تجلیاتی همراه شوید که خود را برای تحول و عروج تو به تو عرضه می کنند. من المریا هستم که اکنون خودم را از طریق قلب الماس اراده خدا در اختیار شما قرار می دهم. پایان فصل 14.